افسانه‌های قرون وسطایی که از یک راهزنی نام میبرند که آدم‌ها رو میدزدید، روی تختی میخوابوند و اگر پاشون یا سرشون از تخت به اصطلاح دراستر بود پاشون رو اره میکرد، اگر کوچکتر بود اینا رو میکشید اندازه تخت میکرد. روشنفکری با دین همین کار رو میکنه، دین رو میاره روی تخت مدرنیته میخوابونه، روی ملاک‌های مدرنیته. اگر با مدرنیته هر جا یعنی قبض و بستش میده که با مدرنیته سازگار بشه، مدرنیته رو باطن میکنه برای دین. این کار ایناست، ظاهر دینی دارن. کیا مثلا میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی، بعدها مثلا احمد کسروی از این طریق، شریعت سنگلجی تو هر دوره هم هستن، حتی تو دوره جدید، دوره متأخر، دوره پهلوی دوم، مثلا نهضت آزادی، مثلا مرحوم مهندس بازرگان، یدالله صحابی، عزت‌الله صحابی، زیادن اینا. حتی تا حدی خدا رحمتش کنه آدم صادقی بود، این آدم با بقیه فرق داشت، علی شریعتی آدم صادقی بود، اما از افکار تا حدی به این اوضاع تعلق داشت. یعنی افق و مبنا و میزان و ملاک مدرنیته میشه، هر چقدر که بتونه از المان‌های دینی استفاده کنه در حقیقت به خدمت بگیره برای تقویت مدرنیته، اونو استفاده میکردش و همه این افراد این ویژگی مشترک دارن واقعا. حالا ما در مورد نسل‌های بعدی هم اگه خواستم یه چیزی بگم، این دوتا شاخشه، این دوتا شاخه رویکردهای ایدئولوژیک هم دارن. یعنی ببینید در شاخه مثلا آتئیست ما لیبرال داریم، مثلا فتحعلی آخوندزاده، ما مثلا سوسیالیست داریم، سوسیال دموکرات داریم، مثل میرزا آقاخان کرمانی، شیخ احمد روحی، مثلا تا حدی سوسیال دموکرات ملایم‌تری داریم، مثلا میرزا عبدالرحیم طالبوف، بعد ناسیونالیست داریم مثل جلالالدین میرزا. یعنی رویکردهای ایدئولوژیک مختلف، ولی همه‌شون در حقیقت در رویکرد اومانیستی مشترکن، اصلا همه مدرن، اصلا وقتی روشن فکرن یعنی تو افق مدرنیته، ذیل اومانیسم. اونورم تو اون شاخه به اصطلاح دینی هم همین بحث است، یعنی پس رویکردهای ایدئولوژیک مختلف که گاهی رویکرد ایدئولوژیک مختلف با هم دستتیز هم هستند، اما همه ذیل مدرنیته، ذیل اومانیسم، ذیل پروژه مدرنیزاسیون در ایران، که این پروژه رو ما میگیم شبه مدرنیته.